لایو خیلی کوتاه صرفا برای گوش زد کردن به برخی از مخاطبین. البته ارادت خاصی خدمت مخاطبین صمیمی خودم که سالیانه که منو تعقیب میکنن دارم و منظر نظر من اون مخاطبی نیستن، اما در بین حتی شاگرد ها هم گاهی اوقات این افراد متاسفانه پیدا میشند و حرف من و صحبت من با اون اشخاصی هستش که ادعای طالب بودن عرفان رو میکنن، تصمیم میگیرن که یک عارف واقعی باشن و علوم عرفانی رو دنبال بکنن، اما متاسفانه جذب تبلیغات قلابی و فریبکارانه فضای مجازی میشن. جای تأسفه که گاهی اوقات بنده یک برنامه‌ای رو تهیه میکنم که بابت اون شاید بدون اغراق بگم 50 کتاب منبع خوندم و اون رو به راحتی برای شما عزیزان در نیم ساعت 45 دقیقه گاهی اوقات با زبانی بسیار ساده به اشتراک میذارم، اما چون از چند المان تبلیغاتی کار من برخوردار نیست ویوی آنچنانی نمیخوره. متوجه شدم اون پست هایی که ویوی خیلی بالاتری میخوره پست هایی هستن که اول از همه سخیفتر باشن و مزخرفتر باشن. مزخرف یعنی این که شما یک گندی رو، یک مدفوعی رو، ببخشید اینجوری میگم، طلا اندودش بکنی. ظاهر او طلا داره، طلا اندود، اما باطن او گنده. اکثر پستایی که در اینترنت ویوی بسیار بالایی میخورن و اکثر کانالهایی که ویوی بسیار بالایی میخورن متاسفانه در فضای مجازی آنهایی هستن که از عناصر سکس و خشونت استفاده میکنن. وحشت هم ژانر وحشت هم دقیقا همون خشونت رو میرسونه. هر چقدر که شما در تیترت از این کلمات خشونت آمیز یا به گونه کنایه به مسائل جنسی استفاده بکنی، متاسفانه بینندگان بیشتر به سمت پست شما میرن. هر چقدر که یک من قلابی رو، یک وعده قلابی رو به شخص در عرفان بدی، شما میتوانید در یک هفته چشم سومتان را باز کنید، با این تمرین کندالینی خود را بیدار کنید، نیازی نیست دیگر نمیدونم مثلا به کلاس های یوگا بروید و و و اینجور چیزها، هر چقدر که بیشتر شما این من آرمانی رو و میونبر رو در ذهن اون مخاطب بلدش بکنی و بزرگش بکنی خیلی راحت تر گول میخوره. اما من واقعا متاسفم گاهی اوقات که میبینم یک پستی که از لحاظ ارزش ادبی، هنری، فلسفی و عرفانی اونقدر بالاست که اگر دیگر اون قدرش رو بدونم باید هزاران ویو در عرض یک ساعت بخوره، اما هیچ توجهی به اون نمیشه و فقط دنبال این هستن که ببینن من چه پوستری میذارم یا زیر پستم چه حرفی یا چه تیتری انتخاب میکنم که کنایه‌ای بزنه به خشونت و به اون من آرمانی قلابی که میخوان این کانالا در شما پرورش بدن و شاید به مسائل جنسی. جای تأسفه. اگر ما ادعای این رو داریم که عارف هستیم و میخوایم در مورد عرفان به معنای واقعی تحقیق بکنیم و سالک راه باشیم، باید به دنبال مطالب مهم باشیم. من از شما این که فقط این قضیه در باب من نیست، من نمیخوام در مورد خودم صحبت بکنم. خیلی از اساتید فلسفه، پروفسورها، دکترها، وقتی تو کانالاشون میری، همکارای عزیز ما، باورت نمیشه گاهی اوقات شاید من یک مقداری شومن مثلا بهتری هستم، حالا ریشی و موی و بری و کلا یا اینجور ماجرا مثلا انجام میدم، همون صحبتهای همون استادو میام انجام میدم، مثلا من ویو بیشتر میخورم، ولی اون بنده خدا که اونجا تو کانالش اون پستو گذاشته که چقدر کوچ کردن یه سری از افراد رو متوجه میشم، متوجه میشم که یه باری یه موجی کشیده میشه به سمت یک آقایی که جنگیر شده، یا آقایی که داره تلسم می‌نویسه برای بقیه، یا آقایی که تلسم ثروت میخواد بنویسه شما رو ثروتمند بکنه، یا آقایی که مشکلات زندگی شما رو حل میکنه به سمت مزخرفات. این واقعا جای تأسف داره که دنیای ما، خب از جهتی برخی معتقد هستن که ما وارد آکواریوس و اینجور ماجرا داریم میشیم، از جهتی هم هنوز خیلی معتقد هستن که نه، ما تو عصر کالی و توی عصر آهن هستیم اتفاقا. الان کالی یوگا
الان عصریه که ما توش هستیم و عصر آهنه و هی داره این خصوصیات شیطانی و این تمایلات شیطانی داره بیشتر میشه و مردم دارن بیشتر به سمت چرندیات کشیده میشن، هر دم از این باغ بری میرسند. و هجومی که این افراد میارن زیر پستا، وقتی که شما یه پست خیلی خوب داری، خب حالا خودت به کجا رسیدی؟ خب حالا کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی؟ آقا چقدر کیفیت کارتون پایینه در کنار تمام اون پریز ها، تشکرهایی که دوستای عزیز انجام میدن و من واقعا دوستشون دارم و به من انرژی بسیار زیادی از اقصی اوقات دنیا میدن، اما گاهی اوقات این پست هم قابل توجهه. انگار یک سری از افراد هستن که شاید پول میگیرن، شاید از اون صفحه های هر واقع معاند و رقیبی هستن که مزخرفات رو دارن تحویل مردم میدن و اونا میان و شروع میکنن به نوشتن الفاظ بسیار زشت زیر پستای ما و به خیال خودشون گرفتن اعتماد به نفس و اینجور ماجرا. قرار نیست کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی چیه؟ ما همه کلیم، ما هممون کچلیم، ما دنبال یه لاخ مو هستیم که اون لاخ مو، اون موی عرفان حالا تو سرمون یه دونه لاخش روش بکنه. منم همینجوری هم، شما هم همینجوری هستین. من فقط سعی میکنم اون چیزهایی رو که تحقیق میکنم، اون چیزهایی رو که بزرگان گفتن به شما بگم، با یک چاشنی قشنگتری خلاصه و مفید بهتون بگم. منم مثل شما توی راه هم. قرار نیستش که ما به دنبال فقط پیدا کردن کیفیت تصویر پایینه، کیفیت تصویر بالاست. من وقت این رو ندارم که بشینم اینجا ادیت بکنم، یا اصلا کار ما اصلا چه ربطی داره؟ صحبتایی که من میکنم مهمه، حرفایی که من میزنم مهمه. من میتونم یه عکس و یه تصویرم از خودم بذارم، صحبتای خودم رو ضبط بکنم، خیلی مثل پادکستی که انجام داده میشه، و شما میتونی کارهای روزمره خونت رو انجام بدی و گوش بکنی و لذت ببری از اون. نیازی نیست که حتما تصویر من کیفیت بالایی داشته باشه، یا یه ادیت عجیب غریبی داشته باشه، یا روی حرفای من یک سری در واقع میشه گفت سمپل های آماده ویدیویی که کپی رایت نداره گذاشته بشه که این کار تایید بشه. مثل خیلی از این گروهایی که در کانال خارجی هستن که 10 تا کانال یوتیوب دارن، 10 تا کانال فیسبوک دارن و بارها و بارها حتی در ایران گنگ دارن. بری به زبان فارسی هم حتی اینا کانال زدن. اصلا وقتی وارد کانال میشید میبینی تیک آبی گرفته و وقتی وارد محتوا میشی میبینی کامل یک آدم شومن، یک آدم انترتینره. روبروی شما مینشینه میگه من توپم، من هیچی نمیزنم، ولی از اون بر شیاف مصرف کرده، بارها اینا رو کشفشون کردن. بله اون گروه رو تا حالا هیچ کس ندیده که حتی سموک بکنه یا سنیف بکنه، اما متاسفانه شیاف کرده و گرفتنش و دیدن و اعتیادش در اومده. اما همون آدمی که اعتیادش در اومده یا با قطره چشم خودشو توپ میکنه یا با اون شیافی که خدمتتون عرض کردم توی و حتی زن خودش رو به قتل رسونده و پروندهش تا 2 روز پیش باز بوده، پربیننده ترین استادیه که در دنیا ما الان داریم و حتی گنگ در ایران داره. اونقدر گنگش قویه حتی توی ایران که آدم نمیتونه مستقیما دربارش صحبت بکنه، اصلا تهدید جانی میشه. همون کسایی که شما فکر میکنین که خیلی بزرگ هستن، خیلی عرفانی هستن، حرفای بسیار چرتی درباره یوگا میزنن، هیچ کدومشون متون اصلی رو نخوندن. خودش عنوان میکنه که من اصلا سانسکریت نیاز نداشتم بخونم، نیازی نبوده من بخونم، من خودم به همه چی رسیدم. عزیز من، بله شما باید عمیق دنبال مسائل باشی. کسانی، حالا میگم من از هر کس که اسم ببرم اینجا، از هر فردی که اسم ببرم، مثلا فیلمی چند روز پیش من از اوشو میدیدم که واقعا نانسنس، دست خودشو میذاشت روی خدمت شما عرض کنن پیشونی یه سری زنایی که هیپی بودن مال اون زمان که جوگیرن، اینا رو الستی زدن، کوک زدن، چیکار کردن، حالا قیافه اون مثلا اوشو دست میذاشت اینو میلرزیدن، بندری میزدن، شاکتی پات. من زندگیم رو تو این قضیه گذاشتم، درس خوندم از نزدیک، توی تمام معابد رفتم، توی آشرام ها رفتم، اینیشیشن گرفتم، کار کردم تحقیقی، از چه به عنوان در واقع توریست عرفانی اونجا بودم و چه به عنوان کسی که اونجا درس خوندم. مقالات بسیار زیادی رو تو دانشجوگاه درباره این قضیه شاکتیپاد و قلابی بودن این مسائل و اصلا اصل این ماجرا من گفتم، ولی متاسفانه هنوز پیغامای میاد استاد شما میتونی شاکتیپاد بدین، استاد شما میتونید ما را در عرض یک هفته. هیچ راهی نیست غیر از این که شما عمیق مطالعه بکنین
و بخونید و چقدر راحت میشه براتون اگر واقعا سری بزنید به کانال فلسفه و عرفان، به متنایی که حالا من گذاشتم براتون و خیلی کسای دیگه، دوستان عزیز دیگه که واقعا دارن کار خوبی انجام میدن، حالا چه انگلیسی چه ایرانی چه روس، دوستای خودم چه اونایی که به زبان اسپانیایی گذاشتن، که به راحتی شما میتونین ارتباط بگیرین و به راحتی میتونین متوجه بشین ماجرا رو. چرا به دنبال هنوز اون من آرمانی که پخته نشده تو جهان سوم، خصوصا اصلا در جهان متمدن؟ سیویلیزیشن خودش به قول فروید یک بلای جان در واقع سیویلیزیشن. چرا شما، چون من آرمانیتون اون در واقع میشه گفتش که مثلث ابراهام مازلوتون کامل نیست، اون من آرمانی کامل نیست، اون مهم بودن رو دریافت نکردین در جامعه، چرا فکر میکنین که میتونین با میونبر به این اهمیت برسین، با میونبر میتونین به این ارزش برسین؟ امکان نداره همچی چیزی، هیچ راهی میونبر نداره. اگه میخوای پول در بیاری باید کار کنی، باید خلاقیت داشته باشی، باید فکر بکنی. اگه میخوای بدنتو بسازی باید بری باشگاه دمبل بزنی. نمیتونی تو با 4 تا آمپول و دارو و نمیدونم مکمل این کار انجام بدی، چه بسا که اگه انجام بدی بعدش باید کبدتو پیوند بزنی، کلیتو پیوند بزنی، سرطان بگیری بمیری. عرفان هم مثل همین میمونه، گرچه از همچی چیزی اصلا تو عرفان وجود نداره. حالا این مثال جسمانی هست که تو زیبایی اندام شاید مثلا ما بریم یک مکملی بگیریم یک مقداری در رشد عضلانی ما تأثیر بذاره، اما به شرط که تو کار کنی، واقعا دمبل بزنی. البته قیاس محل فارغی است، ولی خب تو عرفان هم همینجوری، ولی راه میونبری وجود نداره برای که تو بتونی. حالا شانس بخت، من اینا رو کار ندارم، میخوام وارد این قضیه بشم که یکی شاید یه ارثی بهش برسه، یک شانسی داشته باشه، اما کسی هم که ارث میرسه بهش اگر شعور نداشته باشه اون پولشو در عرض در کوتاه‌ترین مدت از دست میده و صفر میشه. چه بسا که بارها بارها ما دیدیم وقتی درایت نباشه تو از دست میدی اون دانش رو. سخن رو میخوام کوتاه کنم، نمیخوام زیاد سرتون رو درد بیارم. قصد گذاشتن یک لایو طولانی نداشتم، قصد اینو داشتم به عنوان یک دوست، به عنوان یک رفیق، دوستانی که حالا من رو استاد خودشون میدونن، معلم میدونن، لطف دارن، خواهرای عزیزم، برادرای عزیزم، فرزندانم، ازتون خواهش میکنم دست از این من آرمانی ناپخته خودتون بردارید. من آرمانی واسه یک جوون 12 ساله 13 ساله است که تازه داره بالغ میشه، همیشه فکر میکنه شاه میشه، همیشه فکر میکنه همه دنیا رو فتح میکنه. خوب آدم من آرمانی باید تو اون سن داشته باشه. شهوت و لیبیدو اینجور ماجرا مال همون سن بلوغ گاهی اوقات که در اوج خودش میرسه. وقتی شما یه انسان بالغ و پخته میشی یک من روحانی باید داشته باشی، من متعادل باید داشته باشی، بالانس داشته باشی. نه از اون ور زیاد فکر بکنی که قرار چه اتفاق خاصی توی زندگی بیفته، نه از اون ور بوم بیفته که کاملا ناامید بشی و مایوس بشی، نه اونقدر غرق شهوات بشی از راه در واقع میشه گفتش که حالا حرام اسمشو بذاریم، نامتناسب اسمشو بذاریم، غیر انسانی اسمشو بذاریم، نه اونقدرها باز دوباره بیایم ریاضت بکشیم. من همه اینها رو بارها و بارها سعی کردم به دوستان عزیز بگم. ازتون خواهش میکنم با توجه کردن به افرادی که تحقیق میکنن، با اشتراک گذاشتن، هیچی ازتون کم نمیشه. شهر من مشهد یکی از بدترین شهر هاست، یعنی باورتون نمیشه. من فقط میخوام اینو اینجا اقرار بکنم که در طول این مدتی که من دارم اینجا عرفان درس میدم، شهر من مشهد شاید من به تعداد انگشتان دست شاگرد از مشهد داشتم. میدونین چرا؟ چون میگن ای که همون سامی خودمانه، که ای مگه من خودم چی کم دارم ازش؟ حالا از کی تا حالا این گرو رفت؟ حالا از کی تا حالا این موزیسین رفت؟ چون آشنا. حالا این که داستان، این که ای چیزه، اینه شما جد یه چیز کلی هستش در متاسفانه شهری که من دارم توش زندگی میکنم، که من اصلا گلایه‌ای از همشهری خودم دیگه چندین بار کردم، اینم آخرین بار باشه شاید این گلایه رو میکنم، اصلا میگم مهم نیست، ولی گلایه من از خیلی از افراد دیگه ای هستش که بعد از این مدتی به ناگاه وقتی میان میبینن قضیه جدیه و یک ذره دیگه مونده که برسن، یه ذره دیگه مونده که اون دیوار رو بزنن و به اون الماس برسن. دیدین دیگه اون کارتون رو، دو نفر اصلا دارن یه دیواری رو میکنن، اون برای الماسیه، دو تا دیگه یه نفر اصلا یه دونه کلنگ دیگه بزنه به الماس رسیده، ولی ترک میکنه میره، ولی اون یکی دیگه میزنه. شاید یک روز صبح بلند شم و تصمیم میگیرم که اصلا کلا سر رو بتراشم و... ولی هر چقدر که تو ویردتر و عجیبتر باشی واسه مردم، مردم بیشتر میان سمتت. I'm sorry، متاسفم برای تمام بشریت که متاسفانه غرق در ظواهره. امیدوار هستم که، میگم روی صحبت من با همه عزیزان نبود، گرچه حالا ما باید خودمون همیشه مراقب باشیم،
ولی اگر میخواین به عرفان برسید، اگر میخواین واقعا تجربه بکنید، آگاهی رو باید براش تلاش بکنید، باید براش وقت بذارید و دنبال چرت و پرت‌ها و دروغ‌ها نباشید. دوستان عزیز، من دوستتون دارم، من برای شما دلسوزی میکنم، شفقت دارم براتون و شما رو مثل خانواده خودم میدونم و مسئول میدونم خودم رو. فردا که ما نباشیم، آثاری که از ما میمونه کی میدونه فردا کدوممون هستیم کدوممون نیستیم. الان باز یکی میاد میپرسه استاد یعنی شما نمیدونین که هستین یا نیستین؟ نه. چرا فکر میکنین که هر کسی که وارد عرفان میشه باید بدونه که چه اتفاقی میخواد بیفته، فردا چی میشه، چطور فلانی رو استاد نشناختین وقتی باش فلان معامله رو کردین؟ یعنی شما هم نشناختینش؟ خب معلومه نه. منم مثل تو آدمم، منم مثل تو انسان هستم، منم باید مراقب باشم، منم این صحبتایی که میکنم دارم به خودم گوش زد میکنم بیشتر بیشتر. باید عمیق باشیم، وفادار باشیم به دانش حقیقی و یادمون باشه باید به اشتراک بذاریم، باید به اشتراک بذاریم. هیچ ایرادی نداره اگه کار من رو یا امثال من رو شما استوری بکنین، ولی اگه فلان کسک میاد حالا مثلا فنگ شوی میکنه که حالا تازگی میگم فنگ شوی و میاد به شما درس میده یا نمیدونم فلان حرفو میزنه، من قسم اصلا اشارم به شخص خاصی نیست تو این قضیه یا به اشخاص خاصی نیست، به صورت کلی در کل دنیا دارم میگم. وقتی ما اینجا میایم اصل یچینگ رو و اصل فنگ شوی رو اینجا داریم درس میدیم و هیچ کس اصلا وقعی قائل نمیشه، ولی اگه یکی بیاد بگه آقا این کوزه رو بخر از من بذار اون گوشه اتاقت اینجوری میشه اونجوری میشه، واقعا دیگه اینجا آدم تعجب میکنه. و در صورت دوستان عزیز میگم شاید رشته کلام یکم پاره شد و من الان کلاس دارم و عجلم دارم، دوستان دارن اینجا باز پیامم میدن، نظر حواسم پرت میشه، اما فقط ازتون میخوام که قدر این لحظات زندگیتون رو بدونین، به دنبال نانسنس چیزای چرت و پرت و مزخرف نباشید و سعی بکنید که به دنبال علم واقعی و علوم واقعی باشید، غرق در ظواهر نشید و تا زمانی که خودتون رو کامل نکردید و کامل نشدید که هیچ وقت هم کامل نمیشه انسان، سعی نکنید دیگران رو الکی نقدهای بد بکنین، توهین بکنین یا اونها رو از راه خودشون سعی کنین که منصرف بکنین. کسی که واقعا عاشق باشه از راهش منصرف نمیشه، متوقف نمیشه، به مسیرش ادامه میده، گاهی اوقات برخی همراه هم با او. مراقب خودتون باشین، تا دیداری بعد شما رو به یزدان پاک میسپرم. خدا نگهدارتون. اوم مانی پدمه هم.